دوستای بینایت عزیزم، بعد از عرض سلام، شفیع یارستم شما را به مشاهده برنامه 227 خود که مصادف به هفته دوم ماه جولای سال 2015 میلادی است صمیمانه خوش آمد میگم. در طول این دو هفته که گذشت من هیچ باورم نمیاد که چقدر ما با انرژی بودم. یگان فکر میکنم که شاید البته ما روزه نگرفتیم که قدر انرژی دارم. ساعت 7 بجه 8 بجه فکر میکنم که هیچ افطاری لازم نیست، سحریام لازم نیست و نام خدا یک صحتمنده که هیچ باورم نمیامد. من حیران که خدا چی گفت شد، کاش که در این سالهای گذشته هم به تو میبودک. این جالب بود برام. خواهی صبح پال و صبح پال دلیل ازیره؟ آخر دلیل ازیره یافتم این حسای کنین اینی دلیلش بود. وقتی که ما بسیاری وقت جگرخون میشتم، حتی دیروز با دکتر مزمل صدیقی من صحبت کردم، گفتم دکتر صاحب خدا شاهد است ما امروز، گفتم در سجده خود به حیث یک مسلمان، ما برای یک نفری که به پیغمبر ما بسیار اهانت میکنه و در میدیام است و البته هدف ما زمین شفیع عیار بود، گفتم خدا شاهد است ما بدعا کردم که پروردگارا توی را تباه کنی، توی را تباه کنی الهی. خدایا ما تحمل اینقدر اهانت به پیغمبر خدا نداریم، الهی تو پروردگارا تو را ایرا نابود کنی. برای ما گفتنی ماه مبارک رمضان است، برش دعای هدایت کو. خالصیمین مرا بدعا کرده بود. همی دعاها همیشه به مو رقمه که انجام یافه قبول نمیشه. یگان وقت دعای خوب با بدی قبول میشه و یگان وقت دعای بد با خوبی. نظر باییست که کی دعا کرده و کی بدعا کرده. ما در شروع برنامه خواستم که از خاله سیمین مر سپاس کنم و امیدوار هستم که بعد دعاهای خدا اثرم کم نکنین. اما جالبه کدام نفر دیگه که ما چون به نام چی یاد میکنه سعی کنین. وقتی که ما بسیاری وقت جگرخون میشتم، حتی دیروز با دکتر مزمل صدیقی من صحبت کردم، بازو بر از چی میگه این میگه باز ما از او پرسان کردم سعی کنین که او چی گفته ایش. برای ما گفتنیم ماه مبارک رمضان است، برش دعای هدایت کو. خود رفیق سیمین و مردگه باید یک شباهت خو موجود باشه که یا رفیق هستن. او برش گفته که نه خواهر عزیز دمی ماه رمضان بدعا نکنین، دعای هدایت بکنین. و ساده خدا میگفتی سیمین جان دعای بعد خب به هیچ وجه نکو، هیچ وقت نکو، ماه رمضان نه بلکه ده دیگه ماه هم نکو. اما عوض دعای بعد امیر دعای هدایت به خود کو اول و به دیگرا کو دوم، یا به دیگرا اول کو به خود دوم کو. امی خانم متوجه مشکلات خود میشد اما او ساده خدا گفته نه دمی ماه روزه دعای بد نکنین، یعنی دیگه ماه سعیست. یا کلشان اون زمو عین چشمه کثیف فکری آب میخورن. خانم سیمین یگان و خادم دلتنگ میباشد، این شک نیست. باز یک کار کوکو به یک طریق دیگه دلت خوش شد. مثلا اینی رنگ تن ای اما تو یک روز جگرکش خون بوده، باز ببینین چقدر خوب خدا خوش نگاه میکنه. یک نوشابگک می نوشه و یک موسیقی می مانه و ساته که خدا تیر میکنه. یا اینی بچه که بسیار دلش تنگ بود میره در یک دشتک اما تستاد میشه یک خاندنک میکنه، اما یک خاندنک که این گیریش میاد. خوی نال سیمین جان تو خو از اونها شاید نتانی، یا نوشابان کدام ببینه تا بعد است او در سابقه خو کس نمی فهمی دال خودت تلویزیون هستی کدام نفر ببینه بد است. واضح نه در یک جایه که گوشه کت خوارخونده برو اینه به این طریق باد از روی دل کم کو.
یگانه میگه آقای یار از عوض از این که سیمین تو گپ ها میزنین امیره به درستی امراهش گپ دین ادایت کنینش امی ادایت تو چیز میخوای؟ یکی آمادگی برای ادایت شدن و دیگه امی حد اقل از یک سویه فهم. یکان دفعه یک نفر مریضه، مریض دماغی داره، مگم فکر میکنه که دکتره، او را دکتر علاج نمیتونه. دکتر میگه کسی که مشوره به تشکیت رو کن، او میگه دکتر سم تو دیوانه هستی، من دیوانه نیستم، تو دیوانه هستی، من خودم دکتر هستم، بیا که من تو را یاد بتم که چطور خود نجات بتی. اینال کت مریض عقلی عصبی که خود دکتر فکر میکنه و در صدد کمک کردن به دکتر برای نجات شد، او را والا بسیار سخته که نجات بتی. سیمین عمر یک مریضه، مگم فکر میکنه دکتره و دیگر ها کلگی مریضه. ای از همین خاطر در تلویزیون آمده که ما شما را تداوی کنه، مسلمان خوب جور کنه. اما سعی کنین، اینی سطح فهم عزیز، من گفتم سطح فهم کار است. این سعی کنین دمی روزا در برنامه ازی کدام نفر زنگ زده و گفت در سر نمازی چیزا و عرب و غیر عرب میشه، ببینین که اون نفر چی میگه و ای چی میفهمه. نماز میخوانین؟ بله. چون نماز که میخوانین دیگه در امریکا هستین، خب برین در عربستان نماز رو بخوانین. نه نه، من عرب سکور بده میاد. او لعنت خدا به شما که شما عرب بدتون میاد. شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک عرب بود و شما مردمای سگباز تمام گپتون سر سگ است و شما مردمای سگباز تمام گپتون سر سگ است. دیدین خلاصیمین نفر میگه چرا تو عربستان نمیری که دوج نماز بخونی اگر نماز خوانستی؟ او میگه از خاطر که ما عربستان بلا تشبیه به کعبه و مکه و جای مقدس، ما مثل سگ بدم میایم. یک آدمی که میگه مثل سگ یک چیز بده میه، مانایش ایست که سگ بدش میایه، سگ باز نه، سگ بسیار بدش میایه. این حاله که میگه اینی چیز مثل سگ بده میه، یعنی سگ یک بدش میایه که یک چیز نمونتن با سگ مقایسه میکنه، میگه مثل سگ بده میایه، یعنی درجه نفرت خوده با مو چیزی که زیادترین بدش میایه. به حساب انگلیسی ست میکنه. این نفر میگه مرا عربا سگ وارو بدمه. این میگه خود دیگه سگ بازا، سگ بازا سگ خوش دارن سیمین، یه غلطه که در والد بگویی. ایناله باز ای گپ دیگه شسای کنین تمام چیزتان. اولی که برای میمی خودت بگویم، شاید از میلیون ها یا اگر نگویم به هزار ها زن برهنه یخن لچ بی چادر بی سیرت رقاصه کثیف که شاید همینجا بیان از امریکا بسیار خیانت ها دوزی بسیار کارهای دیگه کنن، از بسیاری از اونا کرده. الحمدلله بسیار زنای سن، ما خودم هستم که 15 سال از در تلویزیون آمدیم و امروز از دین مقدس پروردگار الهی از او دفاع میکنم و به هزاران هزار نفر امروز یافت رای خدا پیدا کردن و امروز فهمیدن که چه قسم پرستش خدای خدا کنن، چه قسم نماز بخونن، چه قسم عبادت کنن. شما که قبدبین چادر و حجاب هستین میگین عربستان سعودی بره، عربستانم شما اینمی مملکت نوکر خود ساختم. شما که قبدبین چادر و حجاب هستین میگین عربستان سعودی بره، عربستانم شما اینمی مملکت نوکر خود ساختم. عربستانم شما اینمی مملکت نوکر خود ساختم. اون نفر میگه حالا خودت چرا نمیری؟ بازی میگه که عربستان امریکا نوکر خود ساختن، امو اسلام در عربستان خراب ساختن، یعنی که از بابت امریکا و امریکایی اسلام عربستان هم دیگه اسلام قابل قبول نیست و من نمیرم عربستان به خاطر که جایی که اسلام پرکتس میشه او جنه، جایی که مسلمان خوب میافی او جنه است. یعنی خود عزیز میگه ایناله با سعی کنین گپ دیگه شه. ما امروز در اینمی سرزمین هستیم، انشاءالله که اسلام در اینمی جا پیروز شده نیست و اینمی حاله که ما به عجل هستم، اینمی حاله شما یک چهار تا کمونیست و یک چهار تا خبیث و منافق که در یک جای میشه کلگی که ولا دلتان خوش میشه که ولا ما هم جای پیدا کردیم. ما امروز در امریکا در اینمی سرزمینه که کفر و شرک و همه چیز و لواطت و همه چیزی که گناهایی که در دنیا است در اینجا است، اینجا بهترین مردم هم است. در هر جمعه، در هر جمعه تنها در منطقه که مستم الحمدلله، در هر روز جمعه
10,000 تا 12,000 نفر تنها در منطقه ما میریم و ما نماز جمعه را میخوانیم. ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. میگم ما در امریکا هستیم ان شاء الله به خیر، امریکا دیگه خوبترین مملکت اسلامی میشه. او خالص ساده، اگر امریکا قصد اسلام است که عربستانه که خوبترین کشور اسلامی است، اگه خراب ساخته که تو نمیخوای دوجا بری و اسلامش قابل قبول برات نیست، چطور با کدام عقل سلیم قبول کردی که که در خود امریکا با خیر اسلام پیاده میکنی؟ ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. عربستانم شما اینمی مملکت نوکر خود ساختم. عربستانم شما اینمی مملکت نوکر خود ساختم. ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. ما امروز در نمی سرزمین هستیم ان شاء الله که اسلام در نمی جه پیروز شده نیست. او خالص ساده، اگر امریکا قصد اسلام است که عربستانه که خوبترین کشور اسلامی است، اگه خراب ساخته که تو نمیخوای دوجا بری و اسلامش قابل قبول برات نیست، چطور با کدام عقل سلیم قبول کردی که که در خود امریکا با خیر اسلام پیاده میکنی و خوبترین انسان و خوبترین اسلام انشالله با خیر دمی امریکا میباشه؟ چرا که خالص سیمین و مرم در امریکا است با خیر، یا امریکا را اسلامی میسازند؟ اینا رو میبینین که چقدر پایز یا مغایرت دارد، چقدر زد نقیز است. ایره ما چطور میتانم؟ چطور ایره میتانم که در آبیارم؟ ایواز کی را در آبیارم؟ ما میتانم ازارها هم وطن خود پیش روش چراغ بمانم که اسلام عزیز ما را بفهمه، که بفهمه که مشرک چیست، مسلمان کیست، که بفهمه که کفر و شرک آیا تفاوت داره یا نداره. اینایی که از قرآن بلا تشبیه حدیث جور کردن و از حدیث بلا تشبیه قرآن و از خدا بلا تشبیه پیغمبر و از پیغمبر بلا تشبیه خدا جور کردن، آیا اینا قابل قبول میتونن با ما باشن؟ آیا اینا یک الگو و یک سرمشق با ما میتونن باشن یا نه؟ با طور مثال سعی کنین آلی نمی خانم دمیرا چی میه تلویزیون اینا چرا همی چادر در دور خود گشتانده؟ ببینه نیره. و ای از ای سعیست، یعنی ده ای کار از ای غلطی نیست، خدا حاضره که آلومه ده ایش امو خوب مردم باید خوب و بگیم، بد مردم بد، یعنی خالصیمین ای اجاب سعیست. اونو اجاب دیگه که چادر بربری 800 دلاری پشته بودی او گناه داره و به گفای خودت هم بسیار سر نمیخوره، اما ای اجاب سعیست. اما باز اجاب تنها کلا نیست، مثل که روزه تنها بستن دان از نان نیست، بسیاری چیز هاست که باید کنی که تو یک روزه دار درست باشی. ایناله اینی کلا را خوب پوشانده نام خدا، اما یه اجاب تنها اون نیست. ما اجاب یک برنامه دارم به نام اجاب، برین ببینین اجاب با شفیع یار رو ببینین. ایناله سعی کنین این یک سای دیگره آیات قرآن پاک در مورد اجاب، یکی از اونایی است که شما امی زیبایی‌تانه یا برآمدگی‌تانه یا زهورتانه، زهور شخصی بدنی‌تانه نشان دادن نمیتانین، حتی صدایتانه قسم نمیتانین بسازین که عوض برانگیز باشه و از پشت پرده باید گپ بزنین. یعنی او خانما شما ایتا فکر نکنین که ما آمدیم که کل شما را بگویم که تو کنین تو نکنین. من یک آدم بیچاره هستم، من کمی فامیل خدا و اولاد خدا بتانم یک زندگی نسبتاً آبرومندانه بتم در امریکا، همیان برم از یاته. یعنی من یک قاضی نیستم که بیایم در جان تو، در جان تو که آقا تو چرا تو کردی و خانم تو چرا تو کردی. من از روی قرآن اسلام هم میفهم یک وظیفه دارم که به شما بگویم اگه یک چیز مناسب و خوبه که بکنین و شما را من بکنم از یک چیزی که نادرسته. من آن به این طریق نه که یک چوب بگیرم و بزنم، تنها برای شما بگویم که اینمی نظر و قرآن درست نیست. اینمی علی که من میکنم امر بالمعروف و نهی از منکر است، خلاص من اینمی قرق دارم.
اما این سیمینو مرک هستی خود خط اول استاد است. یخو کل مردم کافر میگه یک چوب دادش رقم هم طالبا که پیش مسجد استاد میگود که مردم از سرش 5 دفعه بزرگ در یک وقت نماز میخوان، یا در بغل سرکای استاد میگود که هر کس در زیر پل میبرد دست در تمالش بیادوی در رو میکد که باش سنت تا گرفتی یا نه، یا اون رقمی کار میکنن. اینا لگه تو دیگه یک میار و یک استاندارد سخت داری، حال خودت هم دیگه این برآمدگی های بدنت نشان نده. خب اگر شما یک دفعه دیگه هم گفتم، باز تکرار میکنم خالص این که خوبترین نجاب بدرنگی است و از این نگاه لطف خداوند شامل حالتان است و گناه شما کمتر است. اما سر از وام باید که اگر این جرأت میپوشانی بزنو برآمدگیانم باید دیگه، خب باز دل خودت دیگه، در قسمت خودت شاید خداوند یک ذره مهربان‌تر باشه نسبت به دیگرا، به خاطر که خودت خالص این جان هستی. اینان این نفرا میه مرا کافر میگن. امی ما یاره قیاد دادیم از اول، وقتی که من 2 سال پیش گفتم پیغمبر سواد نداشت، یاد زمین ها و آسمان ها خودم میزد. این 2 هفته پیش ملا کوثرش نمیفهمید. اما این سعی کنین بالاخره مثلا از این قبولاندم که پیغمبر سواد نداشت و او یک حکمت بوده بود. امی که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانی که ظهور کردن و بعد از او وقتی که آیات قرآن رو میبینیم، هر آیات امی آیاتی که قصه های پیغمبران رو میگه، سوره کهف میگه، از حضرت موسی علیه السلام میگه، حضرت عیسی علیه السلام میگه، اینا از یک پیغمبری که اگر سواد میداشت و اگر مطالعه میداشت و اگر با خبر میبود، اگر سواد میداشت و اگر مطالعه میداشت و اگر با خبر میبود، اگر سواد میداشت و اگر مطالعه میداشت و اگر با خبر میبود، اینا بسیار مشکلات برش خلق میکرد و هر کس میگفت معلوم دار خواندی، ایره در اینجا خواندی، ده او کتاب خواندی، ده ای خواندی. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این صفت پروردگار با تمام علم و دانش و فهمی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم داشتن و کسی بودن که دروازه علم و دانشه، بر خلاف صحبت هایی که بعضی از منافقین امروز میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی یک تیاره نساخت، این نساخت، اون نساخت، که ما بسیار برنامه هایی را الحمدلله داشتیم در تمدن اسلامی. راستی باشیم که اگر بگیم ما در 19 ماه جولای فقط 2 هفته بعد در کالیفرنیا در بیری هستیم. تمام کسایی که با ما ثبت نام کردن در مجلس قبلی ما میخوایم تشریف بیارن، با خانم صبرینا در تماس شوین، در عین جای میباشیم. یک تعداد شما در مجلس یادم است که میخواستین ثبت نام کنین، ناوقت شد و ورقا نبود. اگر شما از امو کس هستین، شما را میخواییم که در اوجه تشریف برین. برای نفرای نو که اگر شما تازه میخواییم که در اوجه بیاین ثبت نام کنین، جای نداریم و ما در این مجلس تنها وقت خود صرف اعضای ما میکنیم که امی جمعیت را که با ما پیوسته ای را فعال بسازیم. شما باز از طریق از اینا در سازمان ثبت نام میکنین و ما در جلسه عمومی باز شما را دعوت میکنیم. اما کدام از یا هوشیار هم یا هر کدام از این که مقابل ما میه یک ساده و یک کودن دیگه است. همون ملا کوثر از افغانستان آمد یک ماه پیش که امر جهاد هم داده بود، مقابل فتوای کشتشدن هم 50 تا اشتکاکار هم پیش کرده بود. به نمی دلائل وام میگه پیغمبر سواد شقم از این آمدم از قرآن برش کشیدم که بی سواد بود. گفت عالم است، آمدم از قرآن برش کشیدم که نه، خداوند عالم است، پیغمبر عالم نبود. تنها علمی که در قرآن برش داده شده بود اونم او را داشت. یا میگه بعد از خداوند پیغمبر عالم ترینه. و دیگه ای که گفت پیغمبر مؤمن کامله، ما آمدم از جوی قرآن برشان کشیدم و او که وقتی دید اما مسئله را تغییر داد، مضمون تغییر داد، آمده بود که پیغمبر فضیلت داره، مفت معلم دار داره، دیگه خود ما دعوا نکدیم. اما تو آقای کوثر که میگی که شفیع یار گفته که پیغمبر مؤمن کامل نیست و به او اساس کافره، اینه سوره یونس آیه 94 برش خواندم که پیغمبر اگر شک داری با آنچه ما برات فرستادیم که چی خداوند فرستاده، قرآن پاک و بعثت، اگر تو دیگه شک داری برو از کسایی که کتاب الهی قبل از توره خواندن، از اونا پرسان کو. کوثر گم شد. ملا سادات، ملا خبیث سادات سرم صدا کرد که بیا اینا ما برات میگم که چی گپت، چرا غلط کردی. ما گفتم آقای سادات تو تخم پچک هستی، 1.5 سال 2 سال پیش آمدی همی کارا را کردی،
سر دو سه برنامه گرفتم گم شدی مثل ملاک اوسط. رسم جرابه اسیست که وقت آمدی یک گپ زدی جوابت دادم غلط کده بودی. استاد شو بگو معذرت میخوایم، خدا گم نپر تو. وقتی که خدا گم انداختی مانایش که تخم پچک هستی. اگه سر ما یک چیز ثبوت کنیم و میایم میگم که بعدم این فکرم نشده بود. اما شما را هر کدامتانه که ما میکشم گپ گم میشین. این نال خبیث سادات آمده کوثر گم شده، ای آمده که تو شفیع عیار غلط کردی کافر هستی. این حال سیمین خود ساده جمله خود نمیفهمه. ای ملا خبیث سادات یه خود میفهمه، یه خود بسیار عربی میفهمه. این سعی کنین که ای چی میگه. متاسفانه برادران بالای قرآن ما و بالای پیامبر ما در این روزها متاسفانه که دهان اندازی به سرحد بی‌شرمی و بی‌حیایی رسیده. ما مدت طولانی علما و همه در حالی که از تمام توهین ها و اهانت ها در حق خودشان سکوت کردند. خبای به سادات یا خبیث سادات که کار آسان شد بگوییم و بمو تینتشان بسیار میخوانه و ایره ما بر شما تشریح میکنم. ناقی من گپ نمیزنم، هیچ وقت گپ ناقی نمیزنم. اینمی خبیث سادات میگه، میگه در سالها ما در مقابل از این سکوت کردیم. این نبود که ما از این میترسیدیم، علما میترسید. ما که سکوت کردیم کدام دلیل دیگه بود؟ اول خود تو که سکوت کردی خبیث سادات، دروغ نگو. برو هر کس که فکر میکنه برنامه 104 شفیع عیار، 105 شفیع عیار، 106، 107، 108، 110، 112، 12، 13، 113 ما اتمی ببینین. بسیار زیاد ما گپایی را که در این برنامه امروز میزنم اوقدر وقت ندارم که بگویم. در او برنامه میبینین 113 شفیع عیار. و دیگه ای که در این روزا ملاقه که ریش سفید نه از استرالیا خواننده که بود، او یک کار دیگر را گرفتن. نمرای برنامه ما که نامم و نام آخرم دوزی میکنن، یا خو میگن که دروغ فسخه، دوزی فسخه، اما میکنن. امو را میگیره باز یک چیز دیگه مندازه که وقتی که شما در یوتیوب میرین غلط کنین. از ای با دوتا نکنین، اتو کنین S-F-A-Y-A-R این در پایین پرده نشته میکنم. در یوتیوب اینی را نشته کنین. باز یک عکس ما میایم، ما میایم که یک آینکا در چشمیم. در او یک دکه بتیم، یک صفحه واز میشه، آخرین برنامه به طرف راست برنامه سابقیم. باز در ویسته آخر یک تیرک، اگر او را دکه بتیم پنج برنامه دیگه میه. باز اگر بتیم پنج دیگه، باز اگر دفعه دیگه دکه دادین یک 30-40 تای دیگهش در صفحه میه. از ای بابات امی کار کنین. و او را دوزی میکنه چون از خودشان کس نمیبینه. باز به این طریق میخواه که شما اشتباهاً برین رو رسای کنین. خب ما میفهمم که شما وقتی کورا میبینین یک چند دو میزننش، مگر او باز امو چانس از ایره که شما در اوج نوشته کنین برش او را گل کده. عطایی که برش بگوین که آفرین یا بدبخت، اموش هم گل کده. از خاطر او میفهمه که شما برش چی میگین. اونمو خودش نشان میده که او میفهمه که در کله شما بر از او چی هست. یعنی اما سر از اون کار میکن از خاطر که امو از دوزی و دروغ خلاص شد امو را پس کنین. اینال شما اگر برین در برنامه 104 شفیه یا 105 اما تو سعی کنین یک دو سه برنامه یا چهار برنامه ما سرز داشتم که ای آمده بود اینم تا مرا کافر گشته بود. تمام گپایش از روی قرآن پاک برش یکی تشریح کردم چپ شد. باز در برنامه 113 یک مسئله بسیار مهمه برزی توضیح دادم. دمو ای دو پایداش چهار دیگه از سیمین عمر قرض کرد و گریخت گم شد دیگه. از این خاطر من ایره تخم پچک میگم، تو نیست که من ایره ناقی بگویم. اینال نو آمده باز شیرک شده آمده. اینم امروز باز ایره برای شما تشریح میکنم ببینین که چقدر غلطه. یا خو میگه شفیع عیار عربی یاد نداری؟ خو خیره من عربی یاد ندارم، تو خو یاد داری، تو خو پروفیسر هستی. اینو ببینین. ای به این معنا نبود که از آقای شفیع عیار، از این انسان بی‌بند و بار مردم میترسه و یا مردم جواب ای را نداره و به مردم، به علما، به موسفدا، به مدرسین، به دعوتگران، به قرآن، به احادیث
به صحیح بخاری، به مفسرین، به همه همه زبان درازی کردند و ما و سایر مسلمانان تماشا میکردیم که این آدم تکلیف روانیش شاید جور شود. تماشا میکردیم که این آدم تکلیف روانیش شاید جور شود. دفعه اول گفت با ما علما کی توهینا کرد ما چوب شیشیم. تیم خیر گمش که تنها ما را میگه و ما عین گپ ها را او وقت هم زدیم و این دروغ میگه ما تنها یا را نگفتیم. اینم یه عین شیوه گپ زده نداشتم که یا میگه توهین به پیغمبر، مگم نه او توهین به پیغمبر نیست، او عقایق در مورد اسلام است، در مورد قرآن، تفاوت بین پیغمبر و خداوند، تفاوت بین قرآن و حدیث. اینا لیگه میگه ما در او وقت چیز نگفتیم. بازگشته میگه ما دیدیم کین سر پیغمبر هم تاختاز میکنه، سر قرآن هم، سر عزیز، سر عزیز، سر عزیز، و کل از این دروغه. نعوذ بالله که ما در سر قرآن یا سر خدا یا سر پیغمبر ایجا تاخت و تاز کنم. اینا لیگه میگه سر کلش تاخت و تاز میکرد و ما در اینجا گفتیم شاید کدام دیوانه است، عقلی عصبی جور میشه. شما زور نداشتین، شما کسی یک کلمه گپ ده در گیرتان به میکشین، شما استادم شدین. مکت قرآن پاک هم در یک استاد افغانستان داشتیم که قرآن در کمرش زد، قرآن در کمر از یا زد و مکت قرآن در کمر از یا زدم یا گم شدن. اینم تو قرآن کشیدم برشان، هر گپشان از روی قرآن ثبوت کردم که غلط هست. اینا رو میگم ما در او وقت گفتیم خیر یک مریضی روانی ستمی جور میشه. حال در ایجا یک دکتری هم کده این مریضی روانی ستمی جور میشه. مریضی روانی چطور جور میشه؟ تو خو یک تداوی ما رو میکدی بیادر، خو تو رفتی گم شدی گم شدی گفتی مریضی روانی. اما حال متوجه شد که مریضی روانی نبوده، ولی این نفر این مسائل هم میگفته، یعنی بازم یه غلط بودن از این نشان میده. چرا من نمیگم که مریض روانی است؟ خرد و کته از یا میای گپ میزنه. مولای رقاصه از استرالیا، ما از رقاصگیش 3 سال پیش خبر بودم، ما گپ نمیزدم سر رقاصگیش چون مسئله شخصیش بود، سر تمام مسائلش گپ زدم. اما تو هر کدام از چوچه و کته اومدم از سرشان گپ میزنم. من نمیگم که ولا تو ارزش نداری گپ دیم، خیر تو خود نداری، اما ما با گپ زدن در سر تو مردم دیگر تعلیم میتام. ام امروز هم ما از تو منظورم نیستی، ما میخوایم مردم ببینه که گپای تو چیست و چی را باید بفهمن. این حال دیگهش جور شود. اما کار به سرحد رسید که در این وقتا کاردش به استخوان پیغمبر میرسه و میخواه که او را قطع بکنه، ولی من یقین دارم که او زخمها و گلولخهایی که به وجود نازنین پیامبر از طریق زبان مردار خود حواله میکنه، ای انشاءالله جزایش را خداوند متعال سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت از او خواهد گرفت. زیرا که الله خودش در قرآن گفته که تو را غمگین نسازه افترای افترا کنندگان، ما از تو دفعیم، ما برای تو ای پیامبر کفایت میکنیم کسانی که استهزا میکنند، تو غمگین مباش ای رسول معظم اسلام. اما این یک گپ دیگه میزنه، اینمی کل مشکلات ما در اینمی است. اینمی را این متوجه نیست که چی میگه. ما میفهمم یا خو میگن که شفیع یار یک مسلمان روی کوچه است و ما این رد هم نمیکنم، این راست هم میگن. ما نه در مسجد رفتیم درس اسلامی خواندیم، نه در مکتب رفتیم درس اسلامی خواندیم، نه در کدام یونیورسیتی، نه هم در کدام مدرسه. خو یا کودن هستن. ما کیره میگم؟ میگم خود شفیع یار میگه که نه ما یونیورسیتی رفتیم، نه مسجد رفتیم، نه مکتب. نه رفتیم دوا درس اسلامی را به طریق شلیگری که شما یاد گرفتین ما نخواندیم، و فضل خدا که نخواندیم، چون از این می رای که شما رفتین حال از دیگه برگشته نمیتونین. ما قرآن پاک خودم زیادتر از 100 دفعه خواندیم و هوشیارانه خواندیم، فضل خدا یاد گرفتیم. ایناله یا گپ خدا نمیفهمن، چرا کسای دیگه یارا توتا واریا دادن معنایش نمیفهمن. گفتم میرن که ما عربی یاد داریم. این گپ شما خوب گوش کنین که چی میگه، که هیچ عربی رابطه هم نداره، سعی کنین. زیرا که الله خودش در قرآن گفته که تو را غمگین نسازد افترای افترا کنندگان، ما از تو دفعیم، ما برای تو ای پیامبر کفایت میکنیم کسانی که استهزا میکنند، تو غمگین مباش
ای رسول معظم اسلام. میبینین میگه کسایی که پیغمبر اذیت میکردن با سخنان زشت، خداوند بزرگ خودش بر پیغمبر خود میفرماید که پیغمبر، اینا با گپ های زشت تو را نرنجانند، یادت باشه که ما خداوند از تو دفاع میکنم. زیرا که الله خودش در قرآن گفته که تو را غمگین نسازد، افترای افترا کنندگان ما از تو دفاع میکنیم. و باز یک گپ مهمتر از او برش میزنه که ما برای دفاع کردن از تو کفایت میکنم. ما برای تو ای پیامبر کفایت میکنیم کسانی که استهزا میکنن. تو غمگین مباش ای رسول معظم اسلام. معلوم دار خداونده، اگه خداوند ساچ از پیغمبر دفاع کنه، همی کل دنیا چیز نمیتونه. دیگه ما شما کار نیستیم، خداوند خودش میگه پیغمبر، ما از تو دفاع میکنم و ما برای دفاع تو کافی هستم. خدا میگه ما برای دفاع کافی هستم. سعی کنین تکرار. زیرا که الله خودش در قرآن گفته که تو را غمگین نسازد، افترای افترا کنندگان ما از تو دفاع. ما برای تو ای پیامبر کفایت میکنیم کسانی که استهزا میکنن. تو غمگین مباش ای رسول معظم اسلام. میبینین خدا به پیغمبر خود میگه که تو غمگین نباش، ما از تو دفاع میکنم و برای دفاع کردنت ما کافی هستم. حالا خبیث سادات خودت عربی میفهمی، اینه به فارسی هم میفهمی، خودت میگی که خدا گفته که پیغمبر تو غمگین نباش، ما از تو دفاع میکنم و برای دفاع از تو تنها ما یعنی خداوندت بس است. خی تو سر پیاز استی، کون پیاز استی، قمیص بلخاصه پیاز استی، تو کیستی؟ ای دگرایت کیست که شما آمدین که شفیع یار کفر میگه در مقابل خدا و رسولی را باید بکشیم؟ 50 نفر در کابل خیستین فتوای کشتن ما دادین. شما آیا امیر قبول دارین؟ یعنی این آیت قرآنه، ایره تو درست میگی، ایره تو از دل خود نمیگی، این آیت قرآنه، تو خود ایره باید بگویی که آیت قرآنه. اما خیره این امی آیت قرآن است، امی خبیث جان امیر درست میگه، این امی آیت قرآنه که پیغمبر ما از تو دفاع میکنم و بر دفاع از تو تنها ما یعنی خداوند بس است. حال تو خیلی کیستی؟ ای دگرایت کیستن؟ شما چرا کاردار گرفتین که اینی نفر ضد اسلام، که اینی نفر خدا را بد میگه، که اینی دشمن خدا و رسول، دشمن خدا و رسول؟ یک آدمی که نوک موی مرچه را ارزش نداره که شفیع یاره، یا میگه ای دشمن خدا و رسوله؟ من نیستم دشمن خدا و رسول. شما نه خدا را میفهمین نه رسوله، نه به گپ خدا باور دارین، میگین اما فکر نمیکنین. همین خداوند بزرگ در قرآن پاک میگه که اراین بدترین جانداران نزد خداوند کر و لالهای هستند که عقل خدا به کار نمندازه. اینمی آیه 22 سوره انفال. اینال خدا امی گپ میزنه که یعنی عقلت در کار پرد، تو ما چی میکنم؟ ما میگم خدایا خودت با ما میگی که عقلت در کار پرد، تو اگر نه بدترین جاندارا میشی. ما شفیع یار اونمو عقل را که تو بر ما توفه دادی، ما اونمو را مثل یک نوکر گرفتیم سرش کار کردم، در کار انداخته میشه. آل خدایا یا مرا میگن که خودت مرا در دوزخ میسوزانی و در این دنیا یا باید قصدت از ما بگیرن چون خودت یک ذره بلاتش بیم از شوفستی. این درسته؟ ما خود قرآن هم یه آیت است. بری کلتان در هر قرآنی که شما دارین ترجمه شه، برین سعی کنین در هر لسانی که بلد استی. اینمی گفته شده که بدترین جانداران نزد خداوند کر و لاله های است که عقل خدا در کار نمندازه. حالا ما انداخته ایم، ما یک بدی کردیم که ما عقل خدا در کار انداختیم. یا میگه تو با سوختن میشیده او دنیا و در این دنیا ما باید علالت کنیم. گناه ما تنها اینمیست که ما عقل خدا در کار انداختیم و بیگناهی از یاد ایست که عقل خودش در کار نمندازن. خودش میگه که خدا با پیغمبر گفت که تنها ما کفایت میکنم بر دفاع از تو. خی تو چی کار هستی؟ ادامش. مگر زمانی که ما آیات از قرآن کریم در صفحه تلویزیون گذاشتیم
یک به یک معنا کردیم و معنای انشایی و سوالیه را گفتیم، معنای این شرطی و که امکان وقوع داره و احتمالی است و فرضیه است، و معنای اذا که امکان واقع شدن داره، تمام را از لحاظ قواعد لغت عرب بیان کردیم. مگر بازم میبینم که عکس ما به عکس خودم پروانه داره. همین یک ساعت پیشتر ما حق داریم که از آبرو و کرامت رسول معظم اسلام و از آبرو و کرامت امت اسلام و از خود و از برادران خود دفاع کنیم. ایکاکا سر چی قاره؟ چی میگه؟ در اینجا میگه، میگه ما این شفیع ایار آمدک زبان خدا مردار کرد، سر قرآن تاخت و تاز کرد، سر پیغمبر تاخت و تاز کرد، گفت که پیغمبر در نبوت خود شک داشت، در قرآن شک داشت. ما نگفتیم، اولی گناه است که تو بگی شفیع ایار را گفت. ای در سوره آیه 94 است و ما مترام گفتم که اگر شک داری، امو اگر که تو میگی، ما امو اگر گفتم و در قرآن مطرح است. ایناله در اوجه گفته میشه که پیغمبر اگر شک داری به چیزی که ما برات فرستادیم، برو از کسایی که قبل از تو کتب الهی را خواندن پرسان کن. این میگه این زبان خدا مردار کرد، در سر پیغمبر تومت کرد. ما نکدیم. اگه این تومت است، بلا تشویق قرآن تومت کرد. ما نکدیم، ما تنها از قرآن خواندیم. اینا لیقار میگه، ما در اون برنامه و رضیه تشریح هم کردم که او اگر گفته شده تو آمدی و اگر آمد نظر نگرفتی، آمدی میگی که پیغمبر در سر نبوت خود شک داشت، تو کافر هستی، تو ویتر هستی، تو ویتر هستی، ما را ناراحت میکنی و باید که تو حلال شوی. ما حق داریم که از آبرو و کرامت رسول معظم اسلام، از آبرو و کرامت رسول معظم اسلام، از آبرو و کرامت رسول معظم اسلام و از آبرو و کرامت امت اسلام و از خود و از برادران خود دفاع کنیم. میگه ما حق داریم که از آبرو و حیثیت پیغمبر دفاع کنیم. خبیث جان، پیشتر آیت قرآن خواندی که خود خدا میگه ما کفایت میکنم برای دفاع از تو. تو چرا خیستی که ما دفاع میکنم؟ او پیغمبر مام است، پیغمبر تو هم است. زیادش فکر کن که ما غلط کردیم. امیرم ما غلط کردم. خال ما از قرآن امو برداشت کردم، دیگران میتونه مرا اصلاح کنه. مگه من خون آمدم امو استاد پوانتونت که کوثر بود که یک هزار صفحه برای خود لقبا داده بود که معزی که معزی که معزی، گفتم گم شد چی شد؟ خب میامدم اون برای من تشریح میکرد، مرا یاد میداد. این حال تو آمدی قارستی که من گفتم تو این نمیفهمی، تو باید ما باید از آبرو و حیثیت پیغمبر دفاع کنیم. خدا میگه ما کفایت میکنیم، میگه نه ما باید دفاع کنیم. خب خیره، حالا که تو به قدرت خداوند باور نداری که به تنهایی خود میتونه از آبرو و حیثیت پیغمبر خود دفاع کنه و تو باید که تا یک کارد و یک ریش سیاه رنگ کده بودت، بیایی خیره بیا، اما ببینیم که آیا این دفاع میتونه یا نه. مگر من اول امی کلمات را میمانم، بعدا آیات را میمانم و بعدا شما قضاوت بکنید که امی کلماتی که پیغمبر در نبوت خود شک داشت، در دیگه چیز نه، در قرآنی که برش فرستاده شده بود شک داشت. شک کن، اگر من شک کنم کافر میشم، میگوید تو بیازیم که شکم نکنی کافر هستی. حاجت چیزی نداره که تو شک کنی یا نکنی کافر هستی. کفر تو تنها به یک کلمه نیست. کسی که در کفر تو شک داره وام کافر است. خب اینا لیده و بقار در دو زدن و اینای ما شروع میکنه و بازینی گپ میزنه، سعی کنی بسیار یک گپ اشتکانه است. میفهمی؟ کسی در کفر تو شک داره وام کافر است. بناهن مسلمان ها به این بی‌حرمتی هیچ وقت تن نخواد دادند و تسلیم نمیشوند. میگه کسی که در کافر بودن تو شک داره وام کافر است. یعنی تو خو کافر هستی، تو خو صد در صد. اگر یک از بگوید که شفیع ایار شاید کافر نباشد، اما هم کافر هست. ای چی رقم علمای دین هستن؟ ای کفر بر از یا چی مانا دارد؟ اگر یک نفر گفته که من هیچ باور به می خدا ندارم، یا رقم از یا پیغمبر خدا جور کرده، ای کافر هست. اما آیا اگر این مشرک هست، بیادرشان مشرکه، کاکایشان، یک نفر دیگه فکر میکنه که از سادات شاید مشرک نباشه، وام مشرکه، نه، یا بخی ساده هستن.
از این می خاطر که دین بلا تشبیه نوزو بلا تعو آور جور کردن، مردم میگروز از دین. و کسایی که میایم یک برینواش میشن که کارد میگیرن، فکر میکنن که خدا اینم یک وظیفه داده که بکش، خدا خودش میگه ما کفایت میکنم، یا میگن نمی فهمی بلا تشبیه خدا صاحب ما باید استاد چه. اونم او ایندی ها که در جنگ سومنات بود بلا تشبیه به خداوند ما که بت الا کرده بودن که برو بت خودش از خود دفاع میکنه، سلطان محمود که دوزای خود رفت کلش تک تک کرد، باز چور کردن رفتن، بازی آمد که خدایشان بردن. ای حال برعکس از او خیستکت کاردا از خدایی که مجبور نیست دفاع کنه و از پیغمبر، ای خیستک ما دفاع میکنم. اونم این فریب این دعا منتها به یک طریق دیگه ایش. اینال آقای سادات مرا اسلام میکنه، ای را شما خوب گوش کنید. آیت 94 در اوجه به فارسی اگر به خانم گفته شده که پیغمبر اگر تو به او چیزی که شک داری، برو از کسانی که کتب الهی قبل از تو را خوانده از اونا پرسان کن. اینال ببینین که یه را چی رقم میخوانه، آیا می درست است یا نه و چرا اگر نیست چرا نیست. ای آیه مبارکه را میمانم که در سوره یونس است. ای آیه مبارکه است، آیه 94. شما خوب ای مطالب را گوش کن و بعد از او ببینند که ای انسان بی ادب در مورد رسول معظم اسلام چطور زبان خود ملوث می سازد. فان کنت فی شک، پس اگر باشی در شک، پس اگر باشی در شک، نگفته انک فی شک لفی شک، تو در شک هستی. اگر باشی در شک از آنچه که ما نازل کردیم، پیامبر اسلام چی گفت؟ والله لا اشک ولا اسأل. اجاب پیامبر است، قسم به الله ما شک میکنم یا الله. یعنی اولین سیش خان دوج گفته شده که اگر شک داری به آنچه ما فرستادیم، ایره صحیح گفت، ایره صحیح گفت، یعنی ایره غلط نخوان. ما هم میره گفته بودم که اگر شک داری یا ما مورا درست خوان، اما دیگه شهید نمیخوانه، چرا که در قسمت دیگهش گفته میشه که برو از کسایی که کتب الهی قبل از تو را خواندن پرسان کو، یعنی از کریسچن و یهود. و سعی کنین اینه میره من میمانم با معربی، سعی کنین یه بسیار گپ از دیجه. اینال سعی کنین در قسمت زردینی شایعت قرآن نیست، ای را از خود جور کرده، میگه خداوند گفت که پیغمبر آیا تو شک داری؟ باز پیغمبر گفت که نه خدا نکنه، خدا سای ما دامور شک ندارم. اینال اکثر مردم فکر میکنه که اینمی آیت قرآن همی قسمت دیگه شام که پیغمبر گفته ما شک ندارم، ای را خود از ای جور کرده. آیت قرآن در وجه گفته شده که پیغمبر اگر شک داری به چیزی که ما فرستادیم، برو پرسان کو از کسایی که کتب آسمانی را قبل از تو خوانده. ای تنها موسی اولش میگه که آیا شک داری پیغمبر؟ باز خودش از خود جور کرده که نه من شک ندارم، به هیچ وجه شک ندارم. چی شد؟ اینی را به عیس آیت قرآن تیر میکنه. کسی که آگاهی نداره فکر میکنه که خوشفی ایار غلط گفته. برین بخونین سوره یونس آیت 94. اینال ازی که خلاص میشه ایجا خو یک دروغ گفت، باز میگه آل ما آیت بعدی را میخوانم. آیت بعدی باید آیه 95 سوره یونس باشه، اما این سوره انبیا آیت 22 را میخوانه. سعی کنین اگر این سوالی است، آیه بعدی را ما با شما ترجمه میکنم، این مثل است لو کان فیهما آلهتون، نوشته شده که 22 الانبیا او سوره است الانبیا و 22 آیتش را برین در قرآن پاک ببینین. ای باوست و ای اول سوره یونس آیه 94 یک کمکش خوان و برین در برنامه ما سعی کنین این رقم ما خوانده، اما باقیش هیچ نخوان، به خاطر اگر باقیش بخوانه خو گپ ما میشه که بسیار خوب. خداوند میگه که آیا تو شک داری پیغمبر؟
اینال اونو قسمت دیگه که برای پیغمبر گفته میشه که برو از کسایی که کتب الهی قبل از تو رو خوانده پرسان که او رایت نمیخوانه، یه گناه داره. اینال شما در فکر هستین کیره شفیع یار دروغ میگه یا خبیث صادات؟ حق دارین با گپ ما نکنین، شاید ما میره دروغ بگویم، شایدی یک دفعه برین یک قرآن پاک واس کنین، همون رو بخوانین، آیه 94 سوره یونس بسیار آسان است، این رو بخوانین ببینین که اینا در قسمت کتاب قرآن پاک چطور دروغ میگن. ادامهش، شک کن اگر من شک کنم کافر میشم، میگوید تو بیازیم که شکم نکنی کافر هستی، حاجت چیزی نداره که تو شک کنی یا نکنی کافر هستی، کفر تو تنها به یک کلمه نیست، کسی که در کفر تو شک داره وام کافر است. باز گشته سر ما قار میشه، یک دو سه دو میزنه و باز باد از اون میگه که این اینال ما ایره برای تشریح میکنم، تشریح هم کده خب بازم تشریح میکنه که تو بفهمی که گپ چی هسته، و اینمی این تشریح اگه دیگه کار میکرد باز من رو وظیفه این بود که بانم، یا نمایت نمیکنم که یک چیزه که بگیرم گپای دیگه از یارو نمانم. در عمر ما یک آدم بسیار مسئول هستم، اگر ما یک کلپ از یک کس میگیرم یک مقطعش میمانم، او باید کل مانای گپش داشته باشه، یعنی ما خدای بردیش میمانم، اتن نمیکنم که خدای شبانم بردیش نه، اگر مقطع را ماندم مقطع مانای کامل خدا می داشته باشه، هیچ وقت غیر از او ما کدام کار نمیکنم. این حال سعی کنین که چی میگه، و من ای را من حیث یک اتمام حجت برات گفتم، و این آیات را تو اگر جوابش داری بفرما، تلویزیون است، برنامه هم داری، و جوابش علمی برای من ارائه کن که بگوی نه ای آیاتی تو نیست که تو تفسیر کردی، و این تفسیرش من میکنم آل تو گوش کن، و یک وظیفه خانگیم برات میتم، و جوابش اگر آوردی، اگر جوابش آوردی حقیقتا تو یعنی بسیار واقعا که قرآنی هستی، و ما بالکل در برابر چشم دنیا که میبینی شبکه را، و در برابر گوشهای تمام مردمی که میشنوه، و در حضور تمام خانواده های افغان و غیر افغان، والله العظیم ما به تو اعتراف میکنم که رای تو را ما تعقیب میکنم. میگه من برات یک کارخانگی میتونم فلان و فلان آیت رو بخوانو، اگر تو ایره برای من جواب شتانستی بگویی، من اینه برات دمی برابر چشم مردم دنیا میگم که من دیگه پیروی توستم. دمی این برنامه پیشتر دیدن چی گفت؟ گفت شفیع یار کسی که در کافر بودن تو شک کنه او کافره. شک کنه اگر من شک کنم کافر میشم، میگوید تو بیازیم که شکم نکنی کافر هستی، حاجت چیزی نداره که تو شک کنی یا نکنی کافر هستی، کفر تو تنها به یک کلمه نیست، کسی که در کفر تو شک داره وام کافر است. یعنی که پیش از این من 100,000 مرتبه کافر هستم، یک دفعه نه، یعنی که ایدم این کافر بودن من اینم یک سر موی شک نداره. خب خیره، هر کس میتونه که این کار بکنه، یعنی این اگه این شک داره در مسلمان بودن من و وام اقدر قوی، خیره گب در سر از اون نیست، من خدای میفهمم و خود میفهمم. دمو کتابای فارسی مکتب ما بود که ای برادر هیچ کس بهتر از تو نشناسدد، من خودم میفهمم چی هستم و خداوند آسمان میفهمه که من چی هستم. خب خیره، آلی گفت که تو اقه کافر هستی که اگر یک کس در کافر بودنت شک کنه کافره. سعی کنین گشتم میمانم، شک کن اگر من شک کنم کافر میشم، میگوید تو بیازیم که شکم نکنی کافر هستی، حاجت چیزی نداره که تو شک کنی یا نکنی کافر هستی، کفر تو تنها به یک کلمه نیست، کسی که در کفر تو شک داره وام کافر است. خب آفرین آفرین، ما که دیگه پت سعی، ولال خودت آمدی میگی که اگر اینی آیات فهمیدی یا اینی کارخانگی تغییر فهمیدی، باز ما پیش روی چشم و گوش کلگی میگم که ما دیگه پیروی توستم. بلکل در برابر چشم دنیا که میبینی شبکه را، و در برابر گوشهای تمام مردمی که میشنوه، و در حضور تمام خانواده های افغان و غیر افغان، والله العظیم ما به تو اعتراف میکنم
که رای تو را من تعقیب میکنم. یعنی خمانایشیست که تو هنوز شک داری در کافر بودن ما. از امو خاطره که تو یک چانس دیگه میتی میگی والا نشه که امی مسلمان باشه، عالمان باشه، اینی گپ شاید نفهم. اما اگه فهمید ما دیگه پیروزی میشم. سعی کنین از او افراطه که میگفت که اگه کس در کافر بودنت شک کند کافر میشه. در یه تفریطه که میگه اگه اینی گپ فهمیدی باز ما پیروت میشم. یعنی مانایش ایست که تو در کافر بودن ما باور نداری. اگه میداشتی دیگه حاجت شرط و شرط بازی چیست؟ خب میگفتی خدا کنه که این امیر هم بفهمی، او هم بفهمی، هر چیز دیگر هم بفهمی، انواز هم کافر هستی. اما این میگه که اگه اینی را فهمیدی و او فهمیدن از وام سخت نیست. یا یک سلسله چیزها را مثل ایست که یک نفر بگوید که لغو محفوظ را بیا بگو که در کجاست. اگه فهمیدی ما دیگه نوکرت هستم. لغو محفوظ در کجاست؟ لغو محفوظ هیچ کس نمیفهمه، بیادر که در کجاست. اما اگه از یا پرسان کنی آه در طبقه چهارم آسمان اگه بودی باز تیر میشی، طبقه پنجم باز دست چپ میگردی، در اوجه یک حوزه که در ایسو یک دیگ سیاسته، باز در اوجه یک شیطان شده، باز از او پرسان نکو از خاطر را غلط میتید، باز برو یک انجیل در اوجه شده یا امی ملائک یا فرشته، باز از او پرسان که فرشته جان امی لو محفوظ کجاست، باز او میگه برو در ایجا درخت توت دست چپ بگرد، باز از دست راست اونجا لو محفوظه. هیچ کس نمیفهمه لغو محفوظ کجاست. حالا ما تو را بگویم که بیا لغو محفوظ پیدا کن، ما باز باد از طرف دار تو. اما این گپا مهم نیست. این را من میتونم بر تو متشریح کنم که تو بگوی آفرین. اما با فایده ایم است که من میکار کنم. خود تو دفتا استاد میشی که شفیع یار ما هم طرف دارد. بازو اقمه کجا بگرازم. همین مردم خواهد گفت که شفیع یار عرقبوی خمه دادی. آل بیخی بلا گلاوریت یک بوی گنده میتی که چی بلا. و ما از نزاکت هم ترکایی سعی نتنم که بیادر یک طرفدار نو پیدا کردیم. این حال مردم فکر میکنه که من رشخندی میکنم. نمیکنم رشخندی. یک دقیقه صبر کن. این همیشه اینی نفر یک آدم خائنه. این خال خود زده در لباس اسلام این بسیار یک خائن کثیفه. ما که خبیث میگمش او دلیل داره. ما در برنامه 113 شفیع عیار برین در یوتیوب سعی کنین ایره ما خوب تشریح کردیم مشرح. اما در اینجا یک کم میمانم. آقای سادات 14-15 سال است که در جرمنی میخواهد که اقامت دائمی داشته باشه. این تابعیت یک کشور کفری را گفته خود از یا بگیره و وا میگه نه تو را نمیمانیم. یه عذر داره که ما را بانین. برای از این که در اونجا باننش ای بسیار دروغا میگه. از جمله وقتی که میره پیش قاضی 3 سال یا 4 سال پیش، قاضی میگهش برای چی با نمیته؟ میگه قاضی صاحب همین بر افغانستان رایی نکنین، با خدا کشته میشم. حال چرا کشته میشی؟ تو خوی یک مولا ریشکی اوجام یک کشور اسلامی؟ نه، ما میگه در زمان حکومت کمونیستی نجیب یک گروپ کلان مجاهدین در گیر حکومت نجیب دادم، کلش کشته شد. اونونا مرا میشناسن، ما کمی برو میدام میکنن. این حالا یه دسته جریده مهم آلمان این نشر شد. این شما در برنامه 113 میتونین سعی کنین. اگر خبیث سادات گفت که نه نیست، ما باز نفر وظیفه میتونم که تمام شمارای جریده را بکشه، تمام در محاکمه که هست، تمام چیزایش که هر کدامتان بخواین برین امور بگیرین. و در برنامه 113 خودم ما معلومات ماندیم در این مورد که در کدام جرایت. این حالا اینی سگه کسی کنین ایره دمو 2 سال پیش خواندیم و ادعا کرده است که در سالهای 80 اطلاعات سری ایره خوب گوش کنین. اینی جست که میبینین که از یک سوی خدا بر علی طالب میگه، از یک سو بر علی گلبدین، از یک سو بر علی مجاهدین. و باز در اینجا سعی کنین که چی اگر به مهم ایره اون مردم ایره خوب گوش کنین. امو کسایی که بخصوص بر از این پیسه انداخته میرین ایره سعی کنین. میگه وای ادعا کرده است که در سالهای 80 اطلاعات سری مهم را به رژیم کمونیستی نجیب الله داده است. میگه ادعا میکنه که در سالهای 80، سالهای وحشت حکومت روس در افغانستان، میگه که ما اطلاعات سری و مخفی را به حکومت نجیب الله دادیم. چی شده؟ او اطلاعات چی بوده؟
که بر مبنای آن تعداد زیاد از مجاهدین توسط رژیم نجیب الله به قتل رسیدند. ای خود از آقا در جریان تحقیقات خود میگه که ما در سالهای 80 یک سلسله معلومات های بسیار سری و مخفی را در مورد گروه های مجاهدین به حکومت نجیب الله داده بودم که کل از وقت کشته شده. و باز بعد از این کل گپا بازی آمده یک شیرک میخوانه، سعی کنین این شیره. نسیم خلد کی دارد شمیم عطر گیسویت، نسیم خلد کی دارد شمیم عطر گیسویت، هزاران جان و دل بادا فدای هر سر رویت. خاله برای من خود دیوانگی مگر من فکر کنم که شعر با من خوانده، من خود گیسو ندارم و شمیم گیسو هم نمی باشد. اینال ای که با من نیست با پیغمبر، پیغمبر با پیغمبر خیلی رقم شعرها کس نمیگه. شمیم چطورکویی گیسویت، خود گناه داره که با پیغمبر بگویی. تمام خصوصیات پیغمبر فراموش کن، بیا که چی یک زلفای داشتی پیغمبر. خب با اون نیست و گناه دارد. خب یه امیر توفه میتیم با خاله سیمین عمر از طرف عزیز سادات. یک دفعه دیگه امیر بخوان آقای سادات. نسیم خلد کی دارد شمیم عطر گیسویت، نسیم خلد کی دارد شمیم عطر گیسویت، هزاران جان و دل بادا فدای هر سر رویت. نسیم خلد کی دارد شمیم عطر گیسویت، هزاران جان و دل با خدا ناله خاله سیمین عمر دیگه چی یک نازکایم و تا چشمکا بالا بالا و پایین. کاش که عزیز جان در جوانی ها سر میخوردیم، اما خیر هنوز هم قصه یوسف و زلیخا سر ما میتانه تکرار شد. با جدایی یاد کرده بود.